أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران عزيز، خواهران مهربان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دیروز راجع به یکی از صفات قلب زنده، قلب سلیم یا قلب سلیم برش میگن یا قلب زنده میگن که زنده هست، کو گریه بود. اما چون وقت محدود میباشه نمیتونه آدم نتیجه گیری بکنه. معمولا صحبت ها بسیار زیاد میشه و همه ما شما صحبت گوش کردیم، همیشه لکچرها را گوش میکنیم، اما بیشتر لکچرها و صحبت ها شکل میباشه که معلومات داده میشه، اما چگونه یک نفر است مثلا این معلومات تغییرش بده، این نمیره در این بخش متاسفانه علما ضعف دارن. در افغانستان هم همه قسم بوده که صحبت ها زیاد میشه، در مساجد همیشه صحبت میشه، در بیجه هم صحبت میشه، اما نقطه پیامی که اسلام داره و پیام چی هست، درسی را که از صحبت یک نفر آدم میگیره چی هست. دیروز میخواستم که درس های از این صحبت ها چی هست، ما کدام درس ها را از این صحبت ها میتونیم بگیریم که ما را تغییر بده و رای حل برای مشکل ما. مثلا شما پیش دکتر میرین، اگر دکتر فقط برای شما بگه که نی تکلیف داری، نی تکلیف داری، نی تکلیف داری، اما برات نسخه نده، بیفایده هست. صحبت هم وقتی که میشه باید همزمان برای شنونده نسخه داده شود که او را سر خود تطبیق بکنه. اولین کاری که انسان بکنه که مثلا قلبش نرم شه و گریه بکنه، فقط یک ریکاپ میکنیم صحبت دیروز و دیگه برادرها و اگر تشریف آوردن با صحبت امروز ما که راجع به محبت و امید هسته. همه ما شما گناه میکنیم، گناهگار هستیم، از امام گرفته تا مقتدی تا مؤذن تا آدم عادی، همه انسان ها در مجموع مرتکب گناه میشن. این گناه ها چقدر زیاد میباشه این مربوط به رزی هسته که نفر چقدر تقوا پریزگاری داره. بسیاری کسا تقوایشان زیاد میباشه، اگر گناه از پیشان سر بزنه زود توبه میکنند، متوجه میشن. بسیاری کسا متواتر گناه کرده میره و این گناه ها را که ما انجام میتیم بدون شک الله سبحانه و تعالی میفهمه که ما گناه میکنیم. ان الله علی کل شیء شهید، در جای هست ان الله خبیر بما تعملون، الله سبحانه و تعالی میفهمه که شما چی کار انجام. جای دیگه در قرآن عظیم شان هست که گناه هایی را که ما انجام میتیم یاد ما میره بسیاری وقتا، اما نزد الله سبحانه و تعالی کلش ثبت هست. گریه اگر ما میخواهیم بکنیم، اینمی گناه های ما را تا جایی که یاد ما میاد در ذهن خود بیاریم که اگر الله سبحانه و تعالی اینمی پرده را اثر گناه های ما برداره، هر کس خودش میفهمه گناه های را که انجام داده، اگر الله سبحانه و تعالی این پرده که سر گناه های ما هفتید، ما در اجتماع با یک انسان بسیار محترم، یک انسان بسیار باوقار، یک انسان بسیار نیک معرفی هستیم، اگر انسان به یک لحظه تصور بکنه و فکر بکنه و در ذهن خود تیر مجسم بسازه، کمی پرده پس شود و مو گناهایش برملا شود و میکنه الله سبحانه و تعالی بسیاری کسا را افشا میکنه. مثلا بسیاری انسانهای مشهور بودن در اجتماع مثل شیخ برسیسا، گناهش الله سبحانه و تعالی افشا ساختش، نظر مردم در زمین هفتی. این پرده را که الله سبحانه و تعالی انداخته سر گناهای ما، این در حقیقت رحمت الله سبحانه و تعالی هست. اگر این همی پرده پس شود و گناه های ما را افشا بسازه، نزدیکترین کس که برای ما احترام میکنه، اعضای فامیل ما از ما متنفر میشه، اعضای فامیل ما از ما متنفر میشه، و مو اندازه انسان هر لحظه از پیشش گناه سر میزنه. یکی از راه هایش این است که این همی پرده که در هست انسان گریه بکنه که لای پرده را پس نکنی. اگر این پرده را پس بکنی و مردم ببینه گناه های ما را، ما چقدر یک آن فاجر و بد در نظر مردم معرفی خواهد شد و می احترام نسبی هم که بر ما میشه و یام از پیش ما گرفته میشه. و این به خاطر از این که الله سبحانه و تعالی سر گناه های از این پرده انداخته رفته، از این خاطر باید گریه بکنه. یک راهش که میتونه قلب خود ترین بده که نرم شه و قلب شه. دوم که چی در انتظار ما هست. بسیاری کسا حتی در زندگی قدر زمینگیر و پایگیر میشن، اولادای خودشان کیلقت میزنش، خانمش بیرون مندازشه و در شفاخانه ها بسیاری کسا میفتن، در نرسینگ هوم ها میفتن که سالها تیر میشه که سوالشان نمیگیرن. آیا این همه توی یک آینده در پیش روی ما هست؟ یا اولادایشان درد سر برشان بر پدر مادر جور میشه؟ درد سر. آیا این همه توی یک
آینده در پیش روی ما هست و به خاطر آینده نامعلوم انسان باید گریه بکند. الهی آینده مرا خوب بساز، مرا احتیاج و محتاج کس نساز، نه احتیاج دوست و نه احتیاج دشمن، مرا احتیاج هیچ کس نساز. و سیوم که گریهش بیاید، آخرت وقت آخرش چه قسم هست؟ آیا این انسان در زنا وفات میکنه؟ بسیاری کسا در حالت زنا کشته میشه، در جریان زنا کشته میشه، بسیاری کسا در حالت شرابخوری کشته میشه، بسیاری کسا در سر دیوار برای دزدی رفته کشته میشه، بسیاری کسا در از اسلام خارج شده و در زیر اسلام برنامه ریزی میکنه کشته میشه. امی و زمانی که ما وفات میکنم از دنیا میره این چه قسم هست؟ بخاطر از این گریه باید بکنه. بد اندینگ این از در ذهن خود بیاره، و یایی که در شرک من میبرم از دنیا و یا در با ایمان از دنیا میرم، این در ذهن خود که بیاره مجسم بسازه، میتونه این سر قلبش حسر بگذاره و از چشمش عشق جاری بسازه، و این عشق نزد الله سبحانه و تعالی بسیار محبوب هسته که انسان نادم شوه و گریه بکنه. و چهارم که در دنیا انسان الله سبحانه و تعالی اگر مجازات بکنه که پیش روش گرفته میتونه. بسیاری کسا جور میباشه، صبح میخیزه پارالایز میباشه، استروک میکنه. ما بسیار مثال های زنده رو دیدیم که بسیاری کسا جور بوده دفتن گفته استروک کده، یک طرفش فلج است، میری بیچاره آدم جور تیار قرار هفته هیچ گپ زدن نمیتونه. مثال های زنده شما دیدیم. اگر اینمه تو یک چیز در زندگی ما بیاید چی خواهد شد در زندگی هر کدام ما؟ و راجع به آیات قرآن عظیم شان فکر بکنه، تفکر بکنه. آیات قرآن عظیم شان مختص بر خود تلقی بکنه. قرآن در حقیقت برای هر کدام تو فکر کنه که در جهان هیچ کسی نیست، هیچ انسان دیگه نیست، تنها من هستم و اینمی کتاب که روان شده به خاطر هدایت من روان شده. الله سبحانه و تعالی وقتی که از قوم بنی اسرائیل بیان میکنه، از قوم های قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، اینا خونیستن که ای آیات بفهمند که برشان باشه. این آیات در حقیقت بر ما هست که درس و عبرت شود، آیات پرسونالایز بکنه، برای خود تلقی بکنه آیات. و این وقت میشه برای خود تلقی بکنه آیات که فکر بکنه راجع به آیات قرآن عظیم شان، میتونه در چشمش هش کجاری بسازه و همچنان ارشادات پیامبر صلی الله علیه و آله. و یکی از امیدهایی که برش امید میته، امید هم میتونه بسیاری وقتا گریه را بیاره. در الله سبحانه و تعالی در روز آخرت که همه جای گرمی و وحشت روز جزا پر هسته، زیر هر شعلا سبحانه و تعالی هفت گروه کسا استاد میشن که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله وارد هست. یکی از او کسا که ارتباط میگیره به بحث ما کسی هست که در تنهایی گریه میکنه. علما میگن چرا پیامبر صلی الله علیه و آله تنهایی را اشاره کرده؟ چون در تنهایی که نفر گریه میکنه در اونجا هیچ امکان ریا نیست گریا باشه. وقتی که انسان تنها هست راز نیاز بکنه به الله سبحانه و تعالی، اگر هشت گروه جاری میشه این یک مژده خوب هست که در روز آخرت، چون حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله کلام پیامبر صلی الله علیه و آله حق است، و خاطر یشکی که در تنهایی ریخته الله سبحانه و تعالی در روز آخرت در زیر عرش بر ازی شخص اجازه میده که در زیر عرش الله سبحانه و تعالی در اوج باشه. راههای بود پنج راهی که چگونه ما میتونیم گریه ما را بیاریم. گریه بسیار خوب هست، این کارا را اگر بکنیم امکان داره که سر قلب ما اثر بگذاره و ما از چشم ما اشک جاری شوه. امروز صحبتی که میشه در 5 دقیقه که مانده راجع به امید هسته. ما نسبت به الله سبحانه و تعالی باید امیدوار باشیم. الله سبحانه و تعالی بسیار مهربان هسته. همزمان وقتی که مهربان هسته، قهر غضبش گفتیم، رحمت الله سبحانه و تعالی سقبت و پیشی کرده نسبت به قهر و غضبش. در قرآن عظیم شان بعد از الله، اسم الله که اسم ذات هسته، الرحمن استفاده شده که میگه اگر شما الله را یاد بکنین یا رحمان را یاد بکنین، و خوبترین نام نزد الله عبدالرحمن هسته. رحمان هر جایی که در قرآن عظیم شان استفاده شده بیشتر در ترادف با عرش استفاده شده. علمای تو برداشت میکنن چون بزرگترین مخلوق الله سبحانه و تعالی در جهان هستی عرش هسته، و این رحمان که در روی الله سبحانه و تعالی استفاده میکنه این را نشان میده که رحمت الله سبحانه و تعالی جهان هستی را گرفته. و انسان هر قدر که گناه بکنه، گناهش از زمین بر آفتاب ها برسه، بر مهتاب برسه، از ستاره ها برسه، گناهش زمین گناهش پر بکنه، این انسان باید امیدوار باشه که الله سبحانه و تعالی میبخشه. والله هر گناه را میبخشه الله سبحانه و تعالی اگر با اخلاص انسان توبه بکنه، هر گناه را میبخشه.
هیچ گناهی نیست که الله سبحانه و تعالی نبخشه. و بزرگترین گناه و بزرگترین جرم که یک نفر به نفس خود انجام بده این است که رحمت الله سبحانه و تعالی را زیر سوال ببره، بگه یک مرا نمیبخشه یا نمیتونه بخشیده. حتی علما میگن که بعد از شرک بزرگترین گناه هست، بعد از شرک که تو چی کار هستی که یک نفر یک بار زندگی میکنی در زمین، اینقدر گناهی تو زیاد شده که رحمت الله سبحانه و تعالی را که در برابر هر شور استفاده میکنه که جهان هستی را احاطه کرده، او رحمت الله را تو زیر سوال میبری؟ گناهی تو قدر زیاد شده که الله سبحانه و تعالی تو را بخشیده نمیتونه؟ تو چی فکر میکنی خدا؟ خود از این امیر علما میگن که بزرگترین گناه بعد از شرک کمی است که انسان نسبت به رحمت الله سبحانه و تعالی ای تو بدبین شوه که مرا نمیتونه ببخشه. الله سبحانه و تعالی هر گناه را میبخشه. اگر تا آسمان ها گناهیت رفته باشه میبخشه، با شرط ازی که توبه نصوحا بکنی و نادم باشی و پشیمان باشی و دوباره بر الله سبحانه و تعالی مراجعه بکنی. فرعون که اطفال میکشه، در طول تاریخ بعد از شیطان مثل فرعون هیچ کسی تیر نشده که اطفال میکشت به خاطر قدرت و سلطنت خود، اما الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام که روان میکنه با آیات متعدد روان میکنه، فرعونی که دعوای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، میگه من پروردگار بزرگ شما هستم، الله سبحانه و تعالی آیات روان میکنه. رحمت الله را ببینید که او فرعونی که طفل میکشه، بیبی کلرز in the history of human being no one has passed as فرعون، but الله سبحانه و تعالی has mercy over all creations. انسان هایی هستند که بزد الله سبحانه و تعالی کتاب نوشته میکنند، برنامه نوشته میکنند، اسلام تخریب میکنند، ای اکسیژن کی برشان میرسانه؟ ای انرژی را که اینا قلم میگیرن نوشته میکنند، ای انرژی از کجا پیدا میشه؟ ای فکری را که میکنند، ای از کجا هست؟ باناتی را که استفاده میکنند، اینا کلش از الله سبحانه و تعالی هست، این رحمت الله هست. انسان نباید از رحمت الله سبحانه و تعالی نامید بوس شو. الله سبحانه و تعالی بسیار مهربان هست. و در خود سوره الحمد در سه آیت اولش و دو آیت اولش سه چیز مطرح میشه: توحید که محبت هست، الحمدلله که الله سبحانه و تعالی را تعریف میکنی به خاطر که الله سبحانه و تعالی قابل تعریف هست، شایسته تعریف هست. وقتی که تعریف میکنی الرحمن الرحیم که همزمان رحیم هست، مهربان هست، بعد از اون مالک یوم الدین، مالک روز جزا هست. محبت در اوج مطرح میشه در الحمدلله رب العالمین، امید مطرح میشه و ترس مطرح میشه. این سه چیز چیزایی هست که ارتباط بر قلب میگیره. قلبی که سلیم هست، این هر سه چیز در قلب زنده هست، هر سه و یک اعتدال هست در و راه درست همی هست که هر سه هزید همزمان موجود باشه در قلب. محبت الله سبحانه و تعالی باشه که عبادت کرده بتونه انسان، ترس الله سبحانه و تعالی باشه که گناه نکنه، و اگر گناه از پیش سر میزنه امید باشه که دوباره بر الله سبحانه و تعالی مراجعه بکنه. یک دقیقه شد دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی قلب های ما را خالص بسازه. آمین. الله سبحانه و تعالی قلب ما را از هر نوع شرک، ریا، جهالت، خودنمایی، فضل فروشی، شهوترانی و دیگر رذایل اخلاقی پاک بگردن. الله سبحانه و تعالی چشم های ما را به گریه بیاره. الله سبحانه و تعالی ما را از دنیا نبره مگر با ایمان و در دامن اسلام. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.